فلسطین سقوط کرد میدان فلسطین سقوط کرد و نماد غزه و محلی که اسیرهای اسرائیلی از آنجا در مراسمهای دست جمعی آزاد شده بودند تحت کنترل ارتش اسرائیل درآمد و برچم اسرائیل در مرکز این میدان برافراشته شد اسرائیل هم گفته اگر جهان علیه این گروه کاری نکند ما اقدام نظامی خود را آغاز میکنیم اسرائیل هشدار داده مشاور امنیت ملی اسرائیل گفته که کشورش به آمریکا اطلاع داده که اگر جهان برای جلوگیری از حملات این گروهها در دریا و خشکی کاری نکند خودمان دست به اقدام نظامی میزنیم هانگ بید تاکید کرده که بنیامین نتانیاهو این موضع کشورش را به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و صدرالاعظم آلمان منتقل کرده روزنامه هارتس اسرائیل به نقل از منابع قبرسی از بازداشت دو شهروند ایرانی در این کشور خبر داده و گفته این افراد مزنون به برنامه‌ریزی برای حمله به شهروندان اسرائیلی در قبرس هستند. این روزنامه در گزارش خود گفت دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده موساد در خونسا کردن طرح حمله به شهروندان اسرائیلی در قبرس نقش داشته. به گفته یه منابع قبرسی دو ایرانی بازداشت شده که هویتشان اعلام نشده است پناهنده سیاسی اند و با فردی مرتبط با سپاه پاسداران در تماس بودند. بر اساس گزارش ها، این دو شهروند ایرانی در مراحل اولیه گردآوری اطلاعات برای حمله بلقوه به اهداف اسرائیلی بودند که بازداشت شدند. قبرس که حدود چهل دقیقه با اسرائیل فاصله دارد، یک مقصد گردشگری و سرمایه گزاری برای هزاران اسرائیلی است. توطعه های مرتبط با جمهوری اسلامی علیه شهروندان و اهداف و منافع اسرائیلی در قبرس مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز افرادی در این ارتباط محاکمه و محکوم شدند. در یکی از آخرین مورد از این اقدامات رسانه قبرس چهار تیر امسال از خونسا شدن یک حمله برنامه شده علیه شهروندان یهودی و اسرائیلی در خاک قبرس با کمک سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا خبر داده بودند. رسانه قبرس نوشته بودند که این حمله مرتبط با سپاه بوده و دومین عملیات مشابه از سوی این نیروها در قبرس طی دو سال گذشته به شمار میده پیش از اون و در سال 1400 رسانه های قبرس گزارش دادن پلیس این کشور شواهدی پیدا کرده که نشون میده یک مزنون آذربایجانی به اتهام برنامه‌ریزی برای از بین بردن یک تاجر اسرائیلی دستگیر شده. بخشی از یک نقشه جنایتکارانه جمهوری اسلامی بوده است. ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود. 75 سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شد. نخستین منشور حقوق بشر در تاریخ جهان به نام ایران شناخته می شود که 538 سال پیش از میلاد توسط کورش کبیر اعلام شد. میگویند او یک حکمرانی بدون ترس و واهمه برقرار ساخت. آوارگان را به سرزمین ها و خانه هایشان بازگرداند. آنها را از یوغ مستبدان آزاد کرد. خستگی هایشان را تسکین داد و با آنها شادی بخشید اما در ایران امروز با حکومتی مواجه هستیم که به اعدام هست از بین بردن ها معروف است همه بندهای اعلامی جهانی حقوق بشر توسط این رژیم منحوس نقض می شود فقط در ماه نوامبر گذشته دستکم 120 نفر را در زندان های ایران اعدام کردند یعنی هر 6 ساعت یک اعدام بیش از پنج هزار نفر در زندانهای خامنه ای زیر حکم اعدام قرار دارند. با اوجگیری جنگ منطقه، حکومت ملاها که خودش بانی این جنگ است، با سوءاستفاده استفاده از است، توجهات بینون به این نبرد، شمار اعدامهای مخفی و علنی رو جهش داده است. از شروع این نبرد در پانزه مر تا به حال، علی خامنه ای 225 نفر را در ایران اعدام کرده او همچنین زندانیان سیاسی و قهرمانان قیام سالهای اخیر را هم از بین برده در دوم و چهارم آذر میلاد زهروند از زندانیان قیام 1401 و علی صابر را هم اعدام کرد. در 7 و 8 آذر دو زندانی سیاسی هانی آلبو شهبازی 32 ساله از شادگان و یوب کریمی از مهاباد و در 9 آذر کامران رضایی 33 ساله از پیشتازان قیام آبان 98 اعدام شدند. آنچه ماشین عظیم سرکوب حکومت دارد انجام می دهد یک فهرست طولانی است. از جمله قصب حق حاکمیت مردم و ممانت از انتخابات آزاد، سلب آزادی مذهبی و عقیدتی، نقض آزادی بیان و اجتماعات و احزاب و حضر اتحادی های کارگری و هر گونه سندیکا و تشکل سنفی غیر حکومتی. در ایران، تحت حاکمیت آخوندها، گسترده ترین عرصه نقض حقوق بشر، سرکوب دائمی و نهادینی زنان است، از جمله با روا داشتن خشونت و تبعیض با تحمیل حجاب اجباری و با از بین بردن دختران به جرم بدهجابی مثل ژینا امینی یا آرمیتا گراوند و بسیار از دختران و زنان مظلوم دیگر اف بینالملل به تازگی با انتشار گزارشی روایت هولناک دوازده زن هفت کودک و 26 مرد را با جزئیات مستند کرده آنها در قیام سال گذشته با قصابت بیاندازه توسط پاسداران و بازجویان مورد تعرض قرار گرفتند این گزارش هولناک و سایر اشکال خشونت نسبت به معترضان دستگیر شده شهادت می دهد که توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خامنه ای صورت گرفته. همچنین در زمینه سرکوب سیاسی رژیم به طرز جنون و بیوقفه و وبسیج همه قوایش همه را هدف قرار داده و می دهند. در ماهای اخیر جنبش بین المللی پر اعتباری برای محاکمی سران حکومت ایران به جرم جنایت علیه بشریت برپا شده. از جمله تا کنون 124 تن از رهبران پیشین جهان موافقت خود را برای قرار دادن مسئولان این جنایت ها در برابر عدالت و قانون اعلام کردند. حالا آخوندها با درماندگی واکنش نشان میدهند. در این حال حکومت با رسوایی تمام از پذیرش و وکلا و حقوقدانان بینون تفره می رود. واقعیت این است که حکومت خامنه ای به این دلیل با دست باز به هر جنایتی علیه که مردم ایران دست میزند که از بیعملی دولت های غرب اطمینان دارد این حکومت هفتاد بار توسط ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شده رکورددار اعدام در جهان است و مرتکب جنایت علیه بشریت شده رئیسی شخصا از ابتدای حکومت آخوندها در آزار اذیت و اعدام دست داشته او به عنوان عضو هیئت مرگ در سال 67 در اعدام هزاران زندانی سیاسی مسئول مستقیم بوده رئیسی در از بین بردن تظاهر کنندگان سال 98 1401 نقش فعال داشته او و حکومتش باعث شدند که میلیون ها ایرانی به خاطر این اتفاقات ترک وطن نموده و پناهنده شوند وی کارنامه از چهار دهه جنایت مستمر علیه بشریت دارد اکنون چنین شخصی بنا دارد در مجمع جهانی پناهندگان در ژنو شرکت کند بدون تردید این لکه ننگی بر دامن ملل متحد خنجر به حقوق بشر و به سخره گرفتن حق مقدس پناهندگی است برای مقابله با چنین وضعیتی چهار کار می شود کرد لیست گذاری سپاه پاسداران فعال کردن مکانیزم ماشه در قطنامه 2231 شورای امنیت گذاشتن حکومت تهران در زیل فصل هفت منشور ملل متحد به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد جوانان غیور با سپاه پاسداران فاسد قطعا رویای یک ایران آزاد و جامعه بدون ترس و حق تمام مردم خواهد بود. ما به آرزوی خود خواهیم رسید.